ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده که خدا قوم من و تو رو تفقد کنه خداوند ما رو خواند تا رهبران باشیم تا دانه ها و ثمرات نیکو در زمین خداوند بنشانیم و به بار بیاریم خدا میخواد ایران رو از طریق ایرانی آزاد کنه ما که برای خداوند انتظار میکشن نیروی تازه خواهند یافت و با های همچون اقاب اوج خواهند گرفت. با ایمان اعلام کن روح خدا بر من است تا اسیران رو آزاد کنم روح خدا بر من است تا فقیران رو بشارت بدم روح خدا بر من است تا زندانیان رو آزاد کنم روح خدا بر من است که گفتگان رو امید بدم ما عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همانه مس خدا روی تو میاد و ثابت میکنی آنچه که دارم میگم میشه آنچه که دارم میگم ببین آنچه که دارم به تو میگم و تجربه بکن آمین حتی در زمانهای آخر که من و تو امروز در زمانهای آخر هستیم روحش رو بیشتر و بیشتر خواهد ریخت پس اون آیات و معجزات باید بیشتر و بیشتر در کلیسای خدا عمل بکنه مس از کجا میاد از حضور خدا میاد مس از کجا میاد از زندگی مقدس میاد مس از کجا میاد از ثمرات روح میاد مس از کجا میاد در روح راه رفتن میاد مس از کجا میاد در راستی خدا ایستادن میاد مس خدا دست خداست که روی تو رو تایید در نام عیسی مسیح خداوند به تک تک شما عزیزان، خواهران، برادران، مهمانان، دوستان و عزیزانی که از راه دور با ما هستید صلح و سلامتی و شالام خدا رو به شما اعلام میکنم باشه که کلام خداوند تزین خانه های شما باشه و دعای شما همچون بخوری در خانه شما با آسمان بلند کرده شود و همچون ابر و شبنمی بر خانه شما برگردد و خداوند مسئلت دل شما را شنیده و از آسمان اجابت کند آمین شکرگزاریم از خداوند که اجازه داریم یک بار دیگه در حضور او باشیم او را پرستش کنیم در خانه او باشیم با شرایط خاصه که در حال حاضر جهان فرا گرفته اما شکرگزاریم که میتونیم باشیم آمین که سایه خداوند چت خانه شما باشه و امنیت اون محافظ خانه شما باشه خداوند رفت و برگشت شما رو محافظت کند در هر که هستید سلامتی خداوند، برکت خداوند، قوت خداوند و صدای خداوند آرامش دهنده دل شما باشه آمین که خداوند امروز توسط کلامش با ما صحبت کنه با ما رو در مسیرهایی که قلبش هست آشنا بکنه و ما رو در اون مسیرهای راستی هدایت کنه تا بتونیم او را بهتر بشناسیم هرچی بیشتر او را بشناسیم بهتر میتونیم از او دریافت کنیم از او بخوایم و از او طلب کنیم درسته رابطه ما با خداوند رابطه به نیست اما ما انسانی هستیم که در واقع مخلوق هستیم و مخلوق نیازمند خالقشه مخلوق بدون خالق میمیره مخلوق بدون خالقش هیچ معنی نمیده یکی از که مردم خودشونو گم میکنن افسردگی پریشانی و سردرگامی همه برای چیه چی که خالقشون رو گم میکنن این همه آدم هستن در دنیا سعی میکنن به هر طریقی اون امنیت خاطر رو به دست بیارن اما در درونشون امنیت ندارن چرا که اون کسی که امنیت دهنده است وجود نداره سعی میکنن دنیا امنیت بگیرن اما هر چی بیشتر میرن جلو ناامنی بیشتری احساس میکنن پس خدا رو شکر میکنیم برای این خدایی که ما او رو میتونیم بشناسیم خدای پنهان نیست خدای آشکار خدای مکاشفه است خدایی که نبوت میکنه حرف میزنه صحبت میکنه جلالش رو نشون میده و میخواد که در واقع ما او رو بهتر بشناسیم خدا رو شکر میکنیم که پردهای بین ما و خداوند وجود نداره چه که عیسی او رو از بالا به پایین چانک زد تا ما میتونیم به عمق خدا وارد بشیم میتونیم در حضور خداوند باشیم استراحت کنیم آرامی بیابیم آمین که چشمان ما جلال خدا رو ببینه آمین که برکت های خداوند امروز در زندگی شما جاری بشه و خداوند مطابق مسئله دل شما و آنچه که میخواهید خداوند از آسمان جواب بده امروز تو قلبم هست درباره این با هم صحبت کنیم درست پیغام پیغام پادشاهیه اما دعای پادشاهان فرق میکنه با دعای هر کسی دیگه دعای یه شخص پادشاه آرزوهای یک پادشاه کسی که در واقع خودش رو شاهزاده در خداوند میبینه متو... متقابلا نوع نگاهش، نوع دعاش، نوع برخوردش، نوع زندگیش همه چیش فرق میکنه پس امروز میخوام یه مقدار از دیدگاه پادشاهی به دعا نگاه کنیم و اینکه در واقع آنچه که ما میگیم چرا جواب نمیاد و چگونه میتونه جواب بیاد و دعای من چگونه باید باشه که خداوند مسئلت دل من رو بشنوه میخوام در واقع بنیادی کار بکنم تو این چند ماهی که در پیش رو داریم که خوب اون فاندیشن پادشاهی خداوند اون مفهوم پادشاهی خداوند اون که من کی هستم خدا کیه من در اون کی هستم خدا منو چگونه میبینه و در واقع میخواد که من خودم رو چگونه ببینم و به دیگران این رو انتقال بدم که خدا تو رو چگونه میبینه این که در واقع خدا ما رو گناهکار میبینه ما بدبختها و مصیبت زده های دنیا هستیم احتیاج به بخشش خدا داریم بله خداوند میخواد که ما رو نجات بده اما امروز صحبت ما درباره اینه که خدا ما را نجات داده آمین و ما وارد پادشاهی خدا شدیم آمین و از این به بعد که ما نجات داریم چی دریافت میکنیم ما کی هستیم و چگونه در واقع خدا به ما نگاه میکنه و به عنوان کسی که در ملکوته خیلی باید متفاوت دعا کنه با کسی که بیرون ملکوته شما بعضی مواقع بین ایماندار و غیر ایماندار زیاد نمیتونی تفاوت بدی وقتی اون دعا میکنه و اون دعا میکنه ناله هاشون یکیه درد هاشون یکیه اما ممکنه مشکلات هم مشابه باشه درد هم مشابه باشه بحران هم مشابه باشه سختی ها مشابه باشه بیماری ها مشابه باشه برشکستگی ها مشابه باشه اما نوع نگاه کسی که در پادشاهی خدا زندگی میکنه و میخواد از خالقش دعا بکنه با یک نفر که نمیدونه این خدا کیه و در واقع ناله میکنه خیلی متفاوته ما باید نوع نگاهمون درباره خدا متفاوت بشه و این امکان پذیر نیست مگه اینکه خدا رو بشناسیم درباره این سالین صحبت میکنه که بیایید به شایستگی آن خدایی که شما را به پادشاهی جلال خود دعوت کرده رفتار کنید و دعا کردن ما یک نوع رفتاره هر نوع واکنشی که از من و شما سر میزنه هر نوع واکنشی چطور میخوابم چطور استراحت میکنم چی خوشحالم میکنه از چی ناراحت میشم با چی فاصله میگیرم به چی نزدیک میشم به چی تمایل دارم از چی دوری میکنم همه و همه بستگی به این داره که تو کی هستی انسان مطابق سلیقه ها و باورها و انگیزه ها و افکارش تصمیم میگیره کجا باشه کجا نباشه شما امروز تصمیم گرفتید اینجا باشید چون که در واقع فکر و دل شما به شما میگه که تو نیاز داری که امروز اینجا باشی پس نوع رفتارهای ما رو نشون میده که در واقع در درون ما چی میگذره از رفتارها ما میتونیم متوجه بشیم و خدا داره ما رو دعوت میکنه میگه مثل یک پادشاه رفتار کن مثل یک شاهزاده رفتار کن مثل یک ولی حد زهر رفتار کن مثل یک شخص با ارزش به خودت نگاه کن و این رو به دیگران رو انتقال بده تا اونها هم باور کنن که تو برای خودت ارزش قائلی تا ما برای خودمون ارزش قائل نشیم انتظار نداشته باشیم دیگران به ما ارزش بدن و بها بدن تا ما برای خودمون در واقع هویت قائل نشیم انتظار نداشته باشیم دیگران به هویت ما ارزش بذارن یا حتی پشیزی بخوان قائل بشن اینکه همه چیز از ما شروع میشه ممکنه در واقع تو دنیای قرار بگیری که یک نفر تو رو قبول نکنه خب مشکل خودش میتونه قبول نکنه وقتی تو در راستی خدا داری زندگی میکنی در مسیرهای راستی داری زندگی میکنی این به این معنی نیست که بگم توهم پیدا کنیم و بگیم که ما هیچ نداریم ما پرفکتیم ما بی‌نظیریم ما کامل نه اینطوری نیست پادشاهانم اشتباه میکنن، خطا میکنن، پادشاهانم ممکنه خسته بشن، سرداران ممکنه بیافتن، اما آنانی که منتظر خداوند هستن قوت تازه میابن پس این برای همه ما هست اما درباره این نمیخوام صحبت کنم که ما آدمای مغروری بشیم و هیچ کس دیگه قبول نکنیم هر کسی هر چی به ما گفت بگی بالا چشم ابروه بگیم که بالا چشم خود ابروه خب پس اینطوری نیست واقعا ما میتونیم پذیرا باشیم ما احتیاج داریم تبدیل بشیم احتیاج داریم تقدیس بشیم احتیاج داریم رشد کنیم احتیاج داریم که به یه بلوغ روحانی برسیم پس این هم نیست که در واقع ما پرفکت هستیم اما در این درباره هویت صحبت میکنیم که ما خودمون رو باور کنیم و مطابق این باور میتونیم زندگی بکنیم آمین میخوام درباره این با هم صحبت کنیم که در واقع من چگونه میتونم به عنوان یک پادشاه مختدر به عنوان یک شاهزاده مختدر به عنوان یک ولیعهد مختدر زندگی و مسیر زندگی رو عوض کنم و اونی بشم که خداوند مرا براش دعوت کرده ما در کتاب مقدس واجه های زیادی میشنویم اما خیلی از اونها رو ما درک نمی کنیم. و کتاب مقدس تمام پیغامش در پادشاهی خداست پادشاهی خدا پادشاهی خدا اینجاست پادشاهی خدا میآید پادشاهی خدا همچون زمین نیست پادشاهی خدا همچون زنی نیست پادشاهی خدا همچون عروسی است پادشاهی خدا همچون باغبانی است هی hey, داره صحبت میکنه که به هر حال یکیشو بفهمی تمام این مثال هایی که داری میزنه که بالاخره یکیشو درک کنی که پادشاهی خدا چیه تمام پیغام عیسی چی بود پادشاهی خدا تمام پیغامش چیه توبه کنید و بیاید تو پادشاهی خدا بیاید اینجا بیاید تو پادشاهی خدا یعنی شما تو پادشاهی نیستید بیایید تو پادشاهی خدا وارد بشه شما اونجا نیستید شما دارید در خودتون درگیرید در شریعت درگیرید در مذهب درگیرید در خود باوری درگیرید در بدبختی ها مصیبت ها و در واقع مشکلات دارید دست و پنجه نرم میکنی خدا میگه که بیا به پادشاهی پس همین که بیا تو پادشاهی نشون بده که ما در پادشاهی نیستیم و پیغام عیسی اینه که بیا در وارد پادشاهی خدا بشید توبه بکنید از چی توبه کنیم خب گناهان بله خب ما توبه میکنیم برای گناهانمون آمین اما فقط گناه ها نیست واژه توبه به معنی بازگشت، بازگشت به کجا جایی که قبلا بودی الان نیستی برگرد به خونت برگرد به سر شده برگشت به خونت برگرد به پادشاهی پدرش برگشت به اون جایی که باید باشه پیغام توبه کلا برگشته برگشت فکر برگشت زبانت برگشت اخلاقت برگشت به استاندارد برگشت به جایی که درسته برگشت به اون چیزی که خدا تو رو اون گونه میبینه. ما معمولا دو تا تصویر تو زندگی ما خدا میتونه ببینه اون چیزی که هستی اون چیزی که خدا میخواد باشه خیلی مواقع پدر مادرها انتظار دارن برای بچه هاشون هایی دارن که من این بشه این بشه این بشه این بشه اما بعضی مواقع من اغلب صحبت میکنم آیا فکر میکنی تو اون چیزی که برای بچه هات میدیدی هستن اگر شما بپرسن حتی خودت اون چیزی که برای خودت میدیدی هستی یکی ممکن بگه کلن نیستم یکی بگه یه ذره هستم خیلی نیستم یکی بگه پنجا پنجا هستم اگه یه نفر پیدا بشه که بیشتر از پنجا درصد بگه من دقیقا همونی هستم که میخواستم هللویا شو داره و واقعا باید قدانی کنیم ازش پس چیزی که اینجا وجود داره اینه که من خودم را چگونه میبینم آیا اون چیزی میبینم که خداوند من منو میبینه برای اینکه من خودم رو ببینم درباره صحبت کردیم انسان شبیه فکراشه موافقید هر آدمی شبیه فکراشه من و شما شبیه فکرمونیم هر چی که فکر میکنیم همون هستیم کلام خود در تصنیه میگه انسان هم گونه که فکر میکنه زندگی میکنه من و شما شبیه فکرمونیم موافقید من و شما شبیه فکرمونیم پس اینکه من و شما شبیه فکرامون هستیم بیام با هم مرور کنیم که فکر چه قدرتی داره قوی ترین در واقع پدیده در واقع در دنیا را اگه بخوام به نگاه بکنیم هیچ چیزی قوی تر و قدرتمندتر از فکر و اندیشه نیست فکر قدرت عظیمی داره تفکر ما قدرت عظیمی داره همه چیز از فکر ما شروع میشه درست عمل کردن اشتباه عمل کردن از فکر ما شروع میشه اینکه من چگونه فکر میکنم چرا که فکر یا اندیشه در واقع ماده خامیه برای مفاهیم اینکه من چی رو میفهمم و چی رو نمیفهمم بستگی به این داره که آیا اون فکر برای من مکاشفه شده اون فکر برای من باز شده آیا اون فکر رو من میتونم بفهمم پس در واقع فکر ما زندگی ما رو میسازه فکر ما در واقع تمام هویت ما رو میسازه خیلی مواقع ما میبینیم که در واقع با مردم نمیتونیم رابطه برقرار کنیم چرا نمیتونیم رابطه برقرار کنیم چون که فکر مشترک نداریم چرا فکر مشترک نداریم چون که مفاهیم مشترک نداریم فهم مشترک نداریم مفاهیم از فهم میاد و پشت هر فکری یک فهمیه و من اگر بتونم فکرم و انتقال بدم دارم فهمم و انتقال میدم دارم اون مفاهیم رو دارم انتقال میدم از گفتن واجه ها و کلمات فکرم رو دارم اعلام میکنم در واقع فهمی رو دارم انتقال میدم و اگر شخص مقابل بتونه این فکر من رو بفهمه فهم رو در واقع دریافت کنه میتونه با من به تفاهم برسه اگر من و شما نتونیم در واقع من نتونم فکرم رو به شما انتقال بدم نتونم اون چیزی که من خودم میفهمم رو از طریق واجه ها به شما انتقال بدم طبیعتا شما نمیتونید با من تفاهم پیدا کنید دنیای امروز دنیاییه که دائم در واقع توی جنگ و تمام دوستی ها رابطه ها زن و شوهرها پدر مادرها خواهر برادر همه با هم توی مشکلات تفاهمی هستن من تو رو نمیفهمم من تو رو نمیفهمم ما با هم تفاهم نداریم چرا میخوای جدا بشیم ما با هم تفاهم نداریم تفاهم نداریم یعنی فهمی مشترک نداریم ما فهم مشترکی با هم دیگه نداریم ما نمیتونیم همدیگه رو بفهمیم پس چرا نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم چون که نوع فکر مشترک ما نداریم فکر ما متفاوته ما دو نوع متفاوت داریم فکر میکنیم و چون که متفاوت فکر میکنیم با هم تفاهم نداریم در این قسمت ما نمیتونیم با هم پس میبینیم تفاهم نقش بسیار مهمی فهم نقش مهمی داره و در واقع اون نوع تفکرات ما نقش بسیار مهمی داره در ارتباطات ما چرا با هم نمیخوایم ارتباط داشته باشیم یا ارتباط رو قطع میکنیم چون فکر میکنم من با این شخص تفاهم ندارم من فکر مشترک ندارم پس فکر مفاهیم رابطه ها رو میسازه و اگر این دوتا نباشه هیچ رابطه ای به وجود نمیاد الان برگردیم تو رابطه با خدا من میخوام با خدا رابطه برقرار بکنم و میخوام در واقع با اون رابطه داشته باشم اما باهاش فکر مشترک ندارم چون افکار اونو من نمیشناسم وقتی میگه افکار من برای تو سلامتیه من این فهم برای من قابل پذیرش نیست من نمیتونم بفهمم که در واقع چرا میگه افکار تو برای من سلامتیه و چون که نمیتونم اون چیزی که خدا میفهمه را من بفهمم خب طبیعتم نمیتونی به تفاهم برسیم هی hey, اون میگه من دوستت دارم من نمیتونم قبول کنم اون میگه من برای تو با تو برای من ارزشی من نمیتونم قبول کنم اون به من میگه افکار من برای تو سلامتیه طریقهای من با تو فرق میکنه من میخوام برای تو این کار بکنم من برای تو رویا دارم من برای تو نقشه دارم من اینو میخوام نبوت میکنه این همه پیغام ها میده اما در نهایت من نمیتونم دریافت کنم چون ما با هم تفاهم نداریم چرا چون که ظاهرا فکر میکنم خدا نتونسته اون چیزهایی رو که در فکرش هست به من تفهیم کنه و به همین دلیل با هم دچار مشکل میشیم این همه آدم خدای کجا هستی؟ چرا نیستی؟ این همه ناله، این همه فریاد برای چیه؟ چون که در یک جایی به زندگی احساس میکنی من با خدا تفاهم ندارم نمیفهممش یه شخصی میگو من خدا رو نمیفهمم نمیدونم چرا این داره این کار میکنه و جالب از هم کلام خدا میگه بیفهم نباشید و بدونید اراده من چیه بعد این میگه ما نمیفهمیم و چون که نمیدونیم اراده تو چیه و بعد چیکار کرد؟ این رابطه وجود نمیاد اینکه وجودش دارم بله تو میدونی همسر داری تو میدونی بچه داری تو میدونی خواهر داری برادر داری همه داری اما رابطه نمیتونی برقرار کنی این مشکل نداره که تو باور نکنی خدا وجود داره بله خدا وجود داره اما من نمیتونم باش رابطه برقرار کنیم. چون باهاش فکر مشترک من ندارم و جالب به شما بگم که معمولا هر چیزی که ما میشنویم به عنوان یک باور به با عنوان یک فکر به عنوان یک خبر میاد در ذهن ما آنالیز میشه و پرداخته میشه و در واقع به یک فکر تبدیل میشه که همراه این فکر یه فهمم میاد یعنی هر فکری کنارش یک فهمه اگر یه فکر نتونه به فهم برسه فقط فکر خالیه به میگه فهمیدی؟ نه میگه شنیدی؟ میگه آره شنیدم فهمیدی؟ نه نفهمیدم ولی شنیدم چی گفتم؟ تو اینو گفتی پس میتونم بگم فکر تو چیه اما نمیتونم بفهمم فکر تو و چون که نمیتونم بفهمم اگر فکر به فهم تبدیل نشه هیچ رابطه برقرار نمیشه و هر فهمی در ذهن ما تبدیل به یک تصویر میشه تمام مفاهیم در ذهن ما تبدیل به عکسه تمام ذهن ما تمام حافظه ذهنی ما عکسه شما چشم تو ببن خب یه دفعه مثلا میگن که آرش شما دقیقا تو ذهن چند تا عکس از آرش های مختلف ممکنه بیاری میگه خشایا چند تا عکس میاری که کدوم خشایار بستگی این که چند نفر رو میشناسی اگه یه نفر میشناسی فقط عکس یک نفر میاد اگه دو نفر رو میشناسی عکس دو نفر میاد اگه سه تا خشایار میشناسی سه عکس میاد دقیقا تمامه و پشت اسم او همه چی برای تو مثل در واقع اطلاعات میاد بالا درسته؟ میخوام یه مقدار از بون پایی با هم بیایم بالا چیزهایی که میدونیم رو جنبندی کنیم و به نتیجه برسیم. پس در واقع هر فکر تبدیل به یک فهم باید بشه و هر فهم تبدیل به یک تصویر بشه شما حتی بعضی موقع میگه شیر میگه کدام شیر شیر آب شیر خوردنی شیر پاکتی شیر جنگل کدام شیر سریع چند تا عکس برای شما با وجود میاد و بعد شنونده باید گوینده باید توضیح بده که کدام منظورمه حالا شما زمانی تو ارتباطت میتونه موفق باشی که دو تا عامل برای برقراری رابطه وجود داشته باشه یک تو بتونی افکار خودتو و اندیشه های خودت و مفاهیمی که خودت میفهمی رو بتونی انتقال بدی با واژه و کلماتت و طرف مقابل هم بخواد و بتونه این فکر تو و مفاهیم رو دریافت کنه خیلی مواقع تو تلاش میکنی اما گیرنده نمیخواد بپذیره یا در واقع نمیپذیره یا نمیفهمه یا ما در گفتن مشکل داریم یا شخص در شنیدن مشکل داره حالا درباره خدا نگاه کنیم آیا خدا در گفتن مشکل داره؟ مطمئنم میتونیم به اعلام کنیم که نه مشکل نداره پس مشکل در شنیده های ماست چرا؟ چون اون چیزی که در واقع من از زندگی تجربه کردم با اون چیزی که خدا درباره من داره میگه کاملا متفاوته میگه تو فرزندم این احساس یتیمی میکنه شخص و زندگیش میگه من تو رو دوست دارم احساس کمبود محبت داره تو زندگیش پس هر چی که اون میگه برای این قابل فهم نیست پس نمیتونه با این خدا رابطه برقرار کنه وجود داره نمیتونم باش رابطه برقرار کنم بعدم من نمیتونم بفهمم این خدا رو این برای شما آشناست که ما نمیتونیم رواقع رابطه برقرار بکنیم فقط به خاطر اینکه نمیفهممش جاهایی که میفهمیش آمین میتونی با رابطه برقرار کنی اما جاهایی که نمیتونم به همین دلیل مشکل به وجود میاد حالا همه اینها رو برای چی گفتم برای اینکه خدا حالا میاد درباره خودش اعلام میکنه که من پادشاه پادشاهانم و تو شاهزاده من و ولیعهد منی آمین هفته گذشته درباره صحبت کردیم فرق بین شاهزاده و ولیعهد رو با هم صحبت کردیم که تمام بچه های پادشاه شاهزادن اما اونی که قرار سلطنت کنه و جانشین او باشه را بهش میگن ولی عهد پس هر ولی اهدی شاهزاده هست اما هر شاهزاده حتما نباید ولی اهد باشه اما کلام خدا میگه ما شاهزادگانیم که همگی به ولی دعوت شدیم آمین پس اگر قرار ولی عهد باشیم تمام اختداری که پادشاه به ولی میده ما داریم میگه میگه ولی عهد فلان جا ولی عهد فلانی این داری, داری میکنه الان ما عربستان میبینید که اومده پدری زنده است اما اقتدار بهش داده تمام اونجا رو زیر رو کرده هر روز یه داستان عجیب قریب میبینی که در واقع ازش میاد بیرون و میبینی هیچ چیزی شبیه قبلی وجود نداره چرا؟ چونکه اختدار داره چرا؟ چونکه اوتویتی داره چرا؟ چون که اجازه داره انجام بده چون که باور کرده که من ولیهد این سرزمین هستم پس ولیهد حکم تامل اختیار داره برای انجام آنچه که از پدرش هست و کلام خدا نمیگه که در واقع اون باید فقط اون باید نباشه که ما ولی کنیم اتفاقا در زمان حیات او خدا میخواد ما ولی کنیم خدا زنده است ما باش پرسلطنت میکنیم آمین خدا زنده است و ما با او در او پادشاهی میکنیم خدا زنده است و ما باید با اقتدار عمل کنیم اما مشکلی که وجود داره خدا در راجب یه واجهی داره با ما صحبت میکنه میگه عیسی مسیح که مرد با خونش ما رو خرید و قیام کرد ما رو نزد پدر پادشاهان کرد خب ما داریم میشنویم میگیم آمین اما سوالی که به وجود میاد من چی میفهمم از این پادشاهی ای کلمه پادشاه چندتا تا عکس میاره تو ذهنت عکسای میاره تو ذهنت که هیچ رابطه به تو نداره یه عکس پادشاه فلان رو پادشاه هلند و پادشاه دانمارک و پادشاه سوئد و پادشاه انگلستان و یه سری پادشاه قدیم ایران یادش به خیر و یه سری چیزهای مختلف میاد اما خب میگه خب من اصلا نه خب چه ارتباطی حالا من با این ندارم بعد میگه تو پادشاهی بعد میگی من نمیتونم بفهمم تو چی میگی متوجه شدی چرا دارم راجع به این صحبت میکنم میگه با من نمیفهمم تو چی میگی اوکی که من پادشاهم و که من نمیفهمم یعنی چی پادشاه خب حالا من چه کارم؟ حالا من وظیفم چیه؟ حالا من باید چه کار کنم؟ حالا من چگونه میتونم؟ من قرار چه کار کنم؟ کجا باید برم بشیرم؟ به کی باید دستور بدم؟ هزار سال به وجود میاد چون که من نمیدونم ما توی کتاب مقدس یه واجه ای داریم به نام ایمان که ایماندار از اونجا میاد تنها چیزی که یه ایماندار باید داشته باشه چیه؟ ایمانه چی باید داشته باشه؟ ایمانه هیچ چیز دیگه نمیخواد ایماندار تنها چیزی که خدا ازش میخواد داشته باشه یه ایمانه اما ایمان چیه؟ میگه باز میگه ایمان یه باوره باوره اون چیزی که خدا میگه آمین؟ خب اگر اون چیزی که خدا میگه من نفهمم در من ایمان تولید نمیکنه خب پس من چه ایمان داریم حالا درباره نجات که آمرزش گناهانو دارن میفهمم که خدا منو بخشیده خب بعد می... خب خدا منو بخشیده این میفهمم عیسی اومد توضیح میده برای گناهان من این بود این بود این بود این بود این بود از اول برام توضیح میدم مبشری معلمین برام توضیح میدن من میفهمم که خب من نجات دارم میفهمم به همین دلیل میتونم بگم که اوکی من فرزندم اما از این جلوتر معمولا ما مسیحیان گیر میکنیم که من کی هستم اگر برای من واجه های خدا که در من ایمان تولید میکنه ایمان یک فهمه و من بفهممش فهم مشترک داشته باشم از اون چیزی خدا منو میبینه آمین بریم که مرقس باب 11 نگاه بکنیم ببینیم که یه تجربه شاگردان با عیسی دارن از آیه 20 به بعد میخونم باب 11 آیه 20 که توی راه رفتن یه تجربه با عیسی داشتن که وقتی دارن برمیگردن اون چیزی که عیسی گفته بود رو در واقع دارن اعلام میکنن که پترس به خاطر آورد و وی را گفت ایو استاد ای استاد اینک درخت انجیری که او را لعن کرده بودی خوش شد عیسی در جواب به ایشان گفت بله به خدا ایمان آورید یعنی چی به خدا ایمان آورید خیلی ساده من فکر خدا رو بفهمم میشه ایمان. من بی سادگی. و من تا فکر خدا رو نفهمم ایمان نه نمیتونم بیارم. و خدا داره تمام تلاشش رو میکنه که با آیات و معجزات ما رو متقاعد کنه و باور کنیم که اون چیزی که اون میگه هست و ما بهش میگیم ایمان. آمین. میخوام چیزایی که قبلا بلد بودیم و یه ذره آچارکشی کنیم سفتش کنیم و شکلش بدیم و فرمش بدیم چون که بعضی مواقع نسبت به ایمان خودم دوچار تزرزل میشیم دوچار شک میشیم یا من ایمان دارم یا ایمان ندارم زیرا هر آینه به شما میگویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده و به دریا افکنده و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین داشته باشد تمام واژههایی که داره میگه گوید شک نکند یقین داشته باشد میشود شک چیه؟ عدم تفاهم یعنی مطمئن نیستم اون چیزی که تو میگی درسته پس به همین دلیل اگر چیزی میگم و نمیشه شخص میگه که برادر اون شما گفتید بگید من گفتم اما نشد اما کلام خدا میگه هر گفتنی نیست تو باید فکرت با خدا یکی بشه وقتی اعلام میکنی اتفاق میافته آمین و تا با خدا فکر مشترک نداشته باشی یعنی فهم مشترک نداشته باشی درباره خودت که کی هستی میگه تو فرمانده ای تا باور نکنم که من فرمانده هم. اون چیزی که میگم قدرتی نداره تا به من من مطمئن نباشم که من حاکمم اگه حکمی بکنم اتفاقی نمیفته چرا چون اون چیزی که من راجع به خودم فکر میکنم با اون چیزی که خدا راجعش فکر میکنه ما با هم تفاهم نداریم شاید تمام زندگی در خود سالهای بسیار داشته که چرا من اینطورم چرا من میگم نمیشه چرا اتفاق میفته و هزاران چرای جور و جور تو زندگیمه اگه با ایمان من که ایمان دارم اگه با گفتن که روزی هزار بار دارم میگم اما چرا اتفاق نمیفته تو ایمان داری اما آیا اون ایمانت با ایمان خدا به تفاهم رسیده یعنی همون فهمی رو داری که خدا از اون موضوع داره این بزرگتر مشکل ماست حالا میخوای برای بیمار میخوای دعا کنی نمیشه برای اخراج ارواح فرمان میدین نمیشه برای درهای بسته فرمان میدی باز نمیشه برای چیزهای مختلف اعلام میکنی نمیشه و بعد میگه چرا نمیشه یکی از مهمترین دلایل اینه که ما با خدا تفاهم نداریم تا با خدا تفاهم نداشته باشی میگه به خدا ایمان داشته باشید یعنی با خدا متفاهم به هم بزن وقتی با خدا تفاهم به هم بزنی درباره که تو کی هستی و این کوه چیه و قدرت تو کیه و این کوه چیه وقتی میگه به این کوه بگو واقعا راجع به چی در صحبت میکنه بعضی ما میگیم کوه مشکلات میره کنار کوه زندگی میره کنار خب ما از این از این امثال استفاده میکنم من خودم استفاده میکنم مشکلم ندارم اما فقط یک چیزه کلمات گفتیم قدرت داره لوگوس در درونش قدرت داره و این قدرت زمانی جاری میشه که این لوگوس با لوگوس خدا به تفاهم رسیده باشه بعضی مواقع میگی خب اوکی پس چرا ما این همه میگیم خدا 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 هیچ چی نمیشه یه لعنت میکنیم در جا میشه این همه گفتیم خدا یا شفا شفا شفا, شفا نمیشه گفتیم این قلم فلان خورد بشه شد چون که تو با شیطان به تفاهم رسیدی اما با خدا به تفاهم نرسیدی و چون که تفاهم با خدا نداری هر چی میگی نمیشه با شیطان به تفاهم میرسی میگی میشه به همین دلیل سوال اینه که چرا وقتی لعنت میکنی دقیقا همون جملاتی رو میگی که دقیقا شیطان میگه و تو میفهمی و دقیقا همون هم اعلام میکنی اما وقتی راجع پادشاهی و اقتدار داره صحبت میکنه من نمیفهمم چی میگه و اینجا عدم تفاهمه عدم تفاهم یعنی عدم رابطه و رابطه نباشیش اتفاقی نمیافته همه چی در یک رابطه کلام خدا میگه که میخوام آیاتی رو بگم که اینو باز کنه میگه هرگاه دو نفر با هم به نام من جمع بشن اینو شنیدید؟ به نام من به نام ایسا اسم ایسا یعنی چی؟ من از اسم ایسا شنیدم اسم ایسا خب من به نام ایسا من چی میفهمم از اسم ایسا؟ توی اسم ایسا قلب ایسا نخشه های ایسا افکار ایسا آرزوهای ایسا رویاهای عیسی تمام قلب و وجود احساسات عیسی در اون اسمش وجود داره آمین حالا میگه تو به نام عیسی جمع شدی یعنی اون شخصی که با من نشسته دقیقا همون چیزی که من راجع به عیسی فکر میکنم اونم هم راجع به عیسی فکر میکنه پس من با اون متحد میشم عیسی هم با ما داره متحد میشه چرا چون ما یک فکر مشترک و یک فهم مشترک داریم اونجا میگه هر آنچه ببندی و بازکنی اتفاق میفته بعضی موقع ما با افرادی میشینیم دعا میکنیم که فهم درستی نداره از اون ایمان فقط باهاش دعا میکنه اشکال نداره نمیخوام به حال رد کنم حالا بگرد پیدا کن پرتغال فروشو کیا رو برم پیدا بکنم که بفهم خدا چی میگه بعد من برم باش دعا کنم که خدا چی اتفاقی میفته اما خیلی مواقع با هم میشینی سر یک موضوعی میخواید چی بکنی اما به تفاهم نمیرسید اینجاست که اتفاقی نمیفته فقط جمع شدیم یه عده با هم دعا کردیم بعد در جلسه دعا داریم جلسه دعا فهم کنیم جلسه مذهبی سباب داره بریم خوبه نه یه جلسه مذهبی نیست ما یه دائم میبینیم دعا, دعا 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 ولی دعایی اتفاق میافته که وقتی من دارم راجع به یک موضوعی اعلام میکنم مطمئن باشم خدا هم همونو میگه و من از کجا بسته بفهمم که دقیقا اون چی که من میگم خدا هم همونو میگه به این ایمان دیگه میگه با ایمان همه چی اتفاق میفته در پادشاهی خدا همه چیز با ایمانه با ایمان غیر ممکن ممکن میشه با ایمان همه چیز برای ایماندار ممکن خواهد بود با ایمان و و و همه چی تو کتاب مقدس ایمان تو تو رو شفا داد ایمان تو رو تو رو زنده کرد ایمان تو فلان کرد ایمان تو رو تو نجات داد ایمان تو تو رو, رو بخشید ایمان تو و ایمان تو هر چیزی که میگه ایمان تو این کار کرد ایمان تو تو رو شفا داد یعنی تو دقیقاً فکرت درباره بیماری و شفا همون فکری که خدا داره و من دقیقا با خدا متحد میشم و اونجا یه اتفاقی میفته آمین و عیسی میگه یه اتفاق برای تو افتاد و میره تو شهر خودش و هیچ اتفاقی نمیفته چرا چون مردم نمیتونن با عیسی تفاهم کنن با فکر عیسی نمیتونن تفاهم پیدا کنن پس هیچ اتفاقی متوجه فقط هم سوالای کتاب رو جواب میدم اون چیزایی که میگه چرا نمیشه دلیلش اینجا هاست ها تو زندگی خودم چرا نمیشه چرا میریم دعا میکنیم جلسه دعا و هیچ اتفاقی نمیفته دارم پاسخ این نو سوال ها رو میگم که از کجا این اتفاق میافته به خاطر همین میخوام بریم اون بنیان هویتمون رو در عیسی پیدا بکنیم که این هویت از کجا شکل میگیره کلام خدا در اون میان باب 8 29 میگه که خدا ما رو خوانده تا شبیه او بشیم آمین خب من قرار شبیه عیسی بشم یعنی چی به همین سادگی اون چی که عیسی فکر میکنه فیلیپیان جوابش میده چگونه آن چی که عیسی فکر میکنه تو فکر کنی یعنی اون چیزی که عیسی فکر میکنه تو بفهمی تو میشه شبیه عیسی بعد مطابق این فکر زندگی میکنی مطابق این فکر تصمیم میگیری مطابق روابطت رو تنظیم میکنی مطابق این فکر چارچوبها و رویاهات شک میدی همه چی مطابق این فکر پس فکر قدرت عظیمی داره بعضی مواقع ما فکر میکنیم خب چون که ما باید بگیم چون کلام خدا میگه که فکر رو اعلام کنیم فکر رو باید بگیم اما وقتی فکرم نگی خود فکر مجموعه ای از کلمات و این کلمات لوگوسه یه مجموعه لوگوس با هم یه فکر رو میسازن که قرار این مجموعه لوگوس ها مجموعه تصویر ها رو کنار هم میذارن پس لوگوس ها تبدیل به تصویر میشه و شما وقتی داری چیزی رو اعلام میکنی تصور میکنی به این میگن ایمان ایمان دیدن چیزها ایمان یعنی چی ایمان یک مجموع باورهاست مجموع هایی که خدا گفته و تو باور کردی ایمان از شنیدن میاد آمین پس من شنیدم از کلام خدا این لوگوسه اومده در درون من و تبدیل شده به تصویر من حالا دارم میبینمش نبوت چیه نبوت اعلام لوگس خدا درباره زندگی توه کاربردای زیاده ولی فکر کنید به جهت تشویق و برنامه تسلی تو یه پیغام نبوتی داره میاد و اتفاقی که داره میفته چیه این یه لوگوسه این لوگوس میاد در تو تبدیل به تصویر میشه و تو میبینیش و خیلی مواقع اگر تو نتونی این رو ببینی و به تصویر تبدیل بشه عملا تو ازش فهمی نداری و خیلی مواقع پیغام نبوتی میشنوی آمین میگی اما هیچ تصویری تو نمیبینی از آیندت حتی نمیتونی با آینده رابطه برقرار کنی به هم یه مرد خدا یه زن خدا میاد برای تو دعا میکنه و پیغامی رو به تو میگه درباره آینده تو میشنوی میگه آمین تو هم میگی آمین اما اتفاقی نمیافته چون تو نمیبینی میگه زندگی تو عوض خواهد شد تو از این محله بیرون خواهی رفت تو از این بدبختی رهایی خواهد یا شوهرت عوض میشه زنت این میشه این میشه یه پیغامی تشویق و بنا تسلی از خدا اومده و شخص داره میره این چیه لوگوس لوگوس قدرت داره اومده در تو ولی به تصویر نمیشه و من نمیتونم باور کنم که من خودم خوشبخت ببینم من خودم موفق ببینم من خودم از برشکستی بیرون آورده ببینم من خودم رها شده آزاد شده شفا یافته ببینم چرا چون که به فهم تبدیل نشده پس من نمیتونم با خدا تفاهم کنم. پس آمین گفتن چیزی رو عوض نمیکنه. و من بعد برام مکاشفه بشه. اینجاست که مکاشفه قدرت داره مکاشفه تبدیل شدن لوگوس به فهمه. مردم منو کی میگن مردم میگن تو اینی تو اینی تو اینی تو اینی تو منو کی میدونی تو هستی مسیح پسر خدای زنده این رو جسم خون بر تو مکاشفه نکرد بلکه پدرم چرا که پدر عیسی رو میفهمه اون کیه دقیقا همون چیزی که پدر درباره عیسی فکر میکنه به پتروس داد و پتروس فهمید که این پسر خدای زنده است آمین این مکاشفه است مکاشفه برای ما باز میکنه که در واقع این لوگوس خدا این ایمان برای زندگی من یعنی چی؟ برای من قابل فهم میشه قابل درک میشه شما خیلی مواقع میشینید و به چی فکر میکنی و فقط فکر میکنی سوال اینه آیا فکر ما که مجموعه ای اللوگوس هاست فکر هر چی که میخواد باشه کاری ندارم خوب و بعدش نمیخواد صحبت کنم راجع خود فکر به خودی, خودی خودش مجموعه لوگوسه که لوگوس ها مثل یک سری تی کنار هم کنار همدیگه قرار گرفته و اینا قدرت دارن و هر جایی که اعمال بشه کار خودش انجام میده برای چی میگه در دهان ما قدرت هست واژه قدرت دیناموس که واژه دینامیت از اون میاد یعنی وقتی میره جایی اونجا یه انفجاری یه تأثیری ایجاد میکنه یه چی رو عوض میکنه یه شرایطی رو عوض میکنه و قدرت کلام خدا همینه وقتی میره یه جایی یه اتفاق میافته و کاری انجام میده چند هفته از سرم به قدرت کلم داره با شما صحبت میکنم که وقتی میگی میره جلو روبرو برو میشینه چون می میسازه قدرت خلق کنندگی داره چون که در اون لوگوس دی ای وجود داره و در اون این دی تکسیر ای تکثیر و کپی برداری وجود داره و هر جا بره از خودش چی میسازه و اینکه تو چیز منفی میگی چیز منفی میسازه و چیز مثبت بگی مثبت و نیکویی و شالام خدا رو میسازه آمین پس اینکه من چی دارم میگم پس شما تفکر کن نشستی داری فکر میکنی فقط فکر میکنی هیچ کاری نمیکنی فقط فکر میکنی و بارها ما دارین میبینیم مشکلات بخد ها، بیماری بیماریها آینده ترس نگرانی خودت عزیزانت آینده دنیا و و و خونه کار مال همه چی نشستی فقط داری فکر میکنی فقط فکر میکنی هیچی نمیگی در درون تو این فکرها پر از قدرته آیا این فکرها قدرت داره؟ بله ولی من اعلامش نکردم وقتی اعلامش میکنی طبیعتا یه نتیجه به همراه میاره اما خودش به خودی خودش قدرت داره شما دیدید که عیسی میگه که اگر در دل خودت نسبت به برادرت خشم داشته باشی یعنی قیافت مهربونه اما درون پر خشمه بعد عیسی چی میگه میگه اگه در دل خودت فکر کنی درباره چیزی گناهی فکر بکنی اتفاقی که میفته چیه خدا میگه که اون انجام شد ولی تو انجامش ندادی هیچی نگفتی سکوت کردی هیچ کاری انجام ندادی اما میگه انجام شد چرا انجام شد؟ من کاری نکردم اما میگه ایسا انجام میشد چون که انجام شده حکمیت منظورم وسوسه و جنگ نیست تا زمانی که داری مبارزه میکنی نه اون میگه آره نه نمیخوام نه برو بیا تلافی کن نه تلافی نمیکنم جواب بشه بده نه جواب نه. ما موضوع جنگ نیست چون که اونجا کشمکشه و تو کشمکش داستان فرق میکنه اما زمانی که شخص دیگه اینو پذیرفت ولی هیچ انجامی نداده تو خونش نشسته فقط فکر میکنه چرا ما داوری میشیم فقط فکر کردم آره چون که این فکر بعدا به عمل میرسه خب ولی ممکنه نرسه شما خیلی مواقع می‌خوای یه نفر بکشی هیچ تو تا آخر عمرت نمیکشی ولی داوری شدی چرا من کاری نکردم فقط فکر کردم چرا فکر من بعد داوری بشه سوال خوبیه نه چرا من نشستم فقط فکرم و داوری بشه بگه تو تو این کار کردی میگه نکردم میگه تو کردی میگه من فقط فکر کردم میگه خب در دل خودت فکر کردی کلام خدا میگه انسان شبیه خدا خلق شد آمین پس اگه میخوایم جواب بش بدیم بر برگردیم به خدا برگردیم به خدا وقتی کتاب پیدایش ما نگاه میکنیم کتاب پیدایش داره چی به ما میگه میگه که و خداوند گفت و شد شما تصور هیچ چی وجود نداره و خدا چی گفت به کجا گفت صوت گفت بعد کجا رفت این صوته تو هیچی هیچی وجود نداره تو هیچی چه اتفاقی افتاد واجه ای که میگه گفت در زبان عبری که قبلا رجایی صحبت کردیم میگه خداوند گفت میگه امر که همون امر کردن از همین واژه میاد امر کردن حکم کردن و در واقع یک چیزی رو اعلام کردن بهش میگن امر امر کردن اما مفهوم دیگه امر به معنی فکر کردن و اندیشیدن هم هست دیدی میگه داشتم به خودم میگفتم ولی شما چی نگفتی تو ذهنت داشتی میگفتی میگه به چی فکر میکنی؟ داشتم به خودم میگفتم ولی تو نگفتی هیچ صوتی هم بیرون نیامد اما گفتی فکرهای ما صوت داره و در درون صدا داره حتما احتیاج نیست آمین که خدا میتونه بگه و بشه اما چون که فکر خدا با خدا یکیه وقتی فکر میکنه میشه آمین حتما نباید بگه خب آمین یه جا هم میگه میگه من تو رو دوست دارم واژه ها رو میگه که به هر ما قابل فهم باشه قابل درک باشه تو حواس پنجگانه اون به تو رو ما بفهمیمش و میگه به این کلام بگو به این های خشکیده بگو به این قوم بگو به اینجا بگو به این آب بگو به این این بگو اعلام کن آمین اما چرا اینها رو داره میگه اما فکر من و شما هم قدرت داره پس وقتی نشستی تو خونه داری فکر میکنی و بعدش یه اتفاقی میفته میگه من فقط فکر کردم فکر قدرت داره فکر ما قدرت داره پس اینکه چه ما چی فکر میکنیم خیلی مهمه حالا خدا داره میگه فکرهای من برای شما سلامتیه یعنی چی؟ نه که من برای شما آرزو دارم من سلامتی رو اعلام میکنم روی تو اما یا من این سلامتی رو میپذیرم یا سلامتی رو نمیپذیرم حالا وقتی در واقع مرقس داره راجب به این صحبت میکنه باب 11 که بگویید تو داری فکر تو داری اعلام میکنی فکر تو چیه میگه ایمانه تو ایمان من چیه آنچه چی که شنیدم ایمان از شنیدنه چی شنیدم اون که خدا گفته من شنیدم چی شنیدم کلام خدا لوگوس خداست لوگوس خدا ایمان تولید میکنه ایمان از شنیدنه همینطور که ایمان از شنیدنه وقتی با ایماندار میشنوی تو باید ازش ایمان بشنوی صادقانه بگم همینطور که ایمان از شنیدنه بی ایمانی هم از شنیدنه شکم از شنیدنه واقعا تو پسر خدا هستی یه گوشش میگه تو هستی پسر محبوب من که از تو خوشنودم آمین از این ور میگه آیا تو واقعا پسر خدا هستی یا تعمید اومده بیرون رفته به بیابان همینطور که شنیدن ایمان تولید میکنه شنیدن و بی ایمانی تولید میکنه وقتی کنار ایمان میشینی باید در تو ایمان تولید کنه اگر در تو بی ایمانی تولید میکنه ببندش اینجاست که مس میاد یا مس میره کسی که کنار تو به مس تو اضافه میکنه یا از مس تو میکنه و میره و اینکه من با کی گفتمان میکنم خیلی مهمه حداقل شخص ایماندار اگر نتونه کمکت هم کنه بگه راستش میدونی چیه این چیزی که هستی مثلا عقلم نمیرسه حکمتم نمیرسه اما برای تو دعا میکنم که خدایی که قادر مطلقه بیاد و این شرایط کنترل کنه آمین این حباز ایمانه اما نه اینکه شخص خودش دلش خالیه وای اینو گفتن هیچ چی دیگه تمام میدی دیگه بعد بخش شدی تو نامه اینو برات نمیشتن اوه اوه اصلا هیچ ایش روحایی نداره دیگه تموم شد رفت حالا ببین چی کارت میکنن اینم شک کنه آمیدی و ترس تولید میکنه به همین دلیل کلام خدا میخوام با افرادی مشارکت کنیم که در ما ایمان تولید کنن یا ما در اونها ایمان تولید کنیم آمین؟ میگه که آنچه که بگوید هر آینه، هر آنچه گوید به دو عطا شود آمین ولی واقعا این کوه چیه که من میتونم جابجاش کنم کوه رو زمین بود میگه بلند شو برو به دریا یعنی چی؟ خب این سمبولیه که برادر آره اما یعنی چی؟ من نبا بفهمم خدا چه سمبولی تو ذهنش میشینه می که من بفهمم اگه نفهمم که ایمان تولید نمیکنه من باید بفهمم چی میخواد بگه وقتی داره این آیه رو میگه یعنی چی میخواد به من بگه نمیفهمم فقط آیه رو حفظم و بعد میگم هیچ اتفاقی نمیفته و در من ناامیدی به وجود میاد و سوء تفاهم نسبت به خدا بیشتر میشه که نیستی منو بل کردی فقط حرفی تو خیلی مواقع ما از خدا افکار اشتباه داریم به هم دلیل برداشت اشتباه هم داریم آنچه که میکارم درو میکنم اما به کوه بگو یعنی چی؟ یعنی سرنوشت یک چیز با اعلام لوگوس انجام میشه تو سرنوشت این کوه رو جابجا جا میکنی سرنوشت این کوه رو تعیین میکنی سرنوشت اینه که اینجا بشینه تو سرنوشت عوض میکنی یه جای دیگه میشونیش زبان کلمه و لوگوس قدرت داره سرنوشت تو عوض کنه تمام این پیغام اینه سرنوشت رو زبان تو تعیین میکنه و زبان تو لوگوسیه که میتونه سرنوشت ساز باشه میره اون جلو برای تو و منتظر تو خواهد بود که تو رو ملاقات کنه پس خیلی مواقع وقتی هی بر خودمون اعلام منفی و منفی منفی میکنیم یا دیگران اعلام منفی میکنن یا گذشتگان اعلام منفی شنیدیم این ایمان چیه هویت منه این افکار چیه هویت منه و وقتی میگه تو پادشاهی من از کجا میفهمم یه سری واژه ها باید بیاد, بیاد که من بفهمم و این ها رو باید درک بکنم که من بفهمم که من پادشاه هم و شاهزاده هم اون موقع است که میگم پس اگر من اینم پس بشود پس ما باید با مفاهیم رابطه برقرار بکنیم حالا متوجه شدید؟ چرا من تو میگم اتفاقی نمیفته؟ چرا من ایمان دارم میگن بگویی چه اتفاقی نمیفته واقعا برای شما سوال نیست که این کتاب مقدس راجع به کی داره صحبت میکنه زهر قاتل بخوری مارها رو بگیری دست بر مریضان بگذاری اینا چیه اینا همش حرفه چرا خیلی ها باور ندارن به اینها میگن اینا مار قدیم بوده مار جدید نیست اینا مار زمان رسولان بوده الان دیگه معجزه نیست الان شفا نیست الان آزادی نیست الان یه چه اتفاقی نیست چرا چون همین واژه رو دارن به گوش بقیه اعلام میکنن که منتظر چیزی نباش هیچ اتفاقی قرار نی بیفته و شخصا میپذیره و همین انتقال میده که منتظر به هم میگه چی شده میگه منتظر چیزی نباش بعد اونم به اون میگه منتظر چیزی نباش قرانی چیزی جابجا جا بشه جا قرانی چیزی عوض بشه منتظر نباش همینطور که ایمان مصریه بی ایمانی هم مصریه همونطور که ایمان مصریه شکم هم مصریه همونطور که یقین مصریه ترس هم مصریه من چی میفهمم اون چی که خدا میگه و تنها کسی که میتونه با ما کمک کنه رول قدسه چی که گوینده است ببخشی چی گفتی؟ میتونی وقتی کتاب مقدس رو در واقع داری مطالعه میکنی و به یه جایی میرسی میگی چی؟ ببخشی چی گفتی؟ شما هم روال قدس. چی گفتی؟ مگه ما باور ندیم کلام خداست میگه باور ندیم که کتا تمامی کتاب به الهام روح خداست مگه نمیگیم روح القدس اینو گفته از طریق افراد اینو نوشته پس میتونم بگم ببخشی روح تو چی گفتی اینجا؟ آمین؟ پس فقط نخونم بد میکنم میبینم نمیشه بفهمم خدا چشمای من رو باز کن تا ببینم گوش من رو باز کن تا بشنوم و به من فهم بده تا درک بکنم توی ذهن تو چی میگذره تمام مردان و زنان خدا زمانی یک چیز میگن اعلام میشه که اون رو براشون مکاشفه شده مکاشفه یعنی تصویر شده یعنی تبدیل به ایمان شده بعد میبینم ایمان این مرد با ایمان خدا یکیه گرفتیم؟ ایمان من با ایمان خدا یکی میشه و اونجاست که یه اتفاقی انجام میشه آمین؟, آمین پس برای که در واقع من بتونم در واقع اون چیزی که خدا درباره پادشاهی میگه و کلام خدا رو بخونم و به رو بگم رو تو پادشاهی رو چی میفهمی؟ مسیح دائم راجع به پادشاهی خدا صحبت میکنه در با باب 13 میگه پادشاهی خدا همچون زنیه که خمیر رو خمیر خود را که سه کیل خمیر بود مخلوط کرد با خمیر مایه یا با مخمر بعد میگه که مخمر باعث شد که تمامی خمیر مخمری بشه بعد پادشاهی خدا یعنی چی؟ داره مثال میزنه چون ما میگیم مخمر چیه؟ گناهه از خمیر مایه فریسیان نخورید یعنی خمیر مایه شریعت خمیر مایه عدم لیاقت خمیر مایه که تو نیستی تو نمیتونی تو شایسته نیستی تو دوری خدا با تو فاصله داره چون که تو گناهکاری به خاطر اینکه گناههای تو بخشی نشده برو قربانی بیاد مطمئن نباش که قربانی پذیرفته میشه و و و و و و, و, و این خمیر مایه فریسیه اما چرا میگه ملکوت خدا همچون زنی که خمیری داره و بهش خمیر مایه میزنه یعنی توش گناه میزنه یا قدرت خمیر مایه است که میتونه تمامی خمیر رو شبیه خودش بکنه پس فکر عیسی زمانی که من بپذیرمش و بفهممش میتونه تمام وجود من رو فکر و احساس و اراده و حتی بدن منو و حتی روح منو رو شبیه خودش بکنه منو تحت تاثیر این خودش قرار میده تحت تاثیر کلام خودش قرار میده پس اونجاست که میگه همان فکر در تو باشد اجازه بده که اون قدرت تاثیرگذاری فکر عیسی در تو برای تو مکاشفه بشه تمام فکر تو رو شبیه خودش میکنه و این کجا اتفاق میافته؟ از ایمان، ایمان از شنیدن از مکاشفه خداست یا مکاشفه کلام خداست آمین؟ و اگر فکر پادشاهی خدا در تو وارد بشه و تمام همه چیه تو رو در بر بگیره اون وقته که تو حاضری مثل یک پادشاه اتومات فکرت به تو میگه چطوری رفتار کن الان بعدا تبدیل میشی شبیه فکرت انسان شبیه فکرشه و وقتی فکر جدید در من میاد و با خدا تفاهم پیدا میکنم و برای من باز میشه من میشم اون چیزی که خدا میبینه چرا الان اون چیزی که خدا میبینه من خودم را نمیبینم چی که باش تفاهم ندارم درسته؟ تفاهم ندارم دوستش دارم دعا میکنم عبادت میکنم اما نمیفهممش مایل هستم باید زندگی کنم اما نمیفهممش میگه متا باب 13 میگه که پادشاهی خدا همچون گنجیه که در زمینه که شخصی آن را یافته رفته همه چیز خودشون رو میفروشه تا زمین رو بخره در گذشته اگر زمینی توی زمینی گنجی پیدا میشد تمامی گنج مال صاحب زمین بود به همین دلیل زمین‌های زیادی بود که هیچ کسی روش کار نکرده بود همینطوری مونده بود و بعد اگه یه نفر میفهمید گویی چند اینقدر خیلی مواقع وقتی می آمدن قیمت بالاتر از حد میدادن صاحب زمین میگفت نکنه در این یه چیزی هست که من نمیدونم میرفت تو زمین هی این وری ور میکرد که مطمئن بشه کسی نیومده چیزی کنده باشه چیزی پیدا کرده که من خبر ندارم چون که هر چی که در اون بود مال تو میشد اما یه طرف هم ما میبینیم که به سیزا 19 میگه که چرا این پادشاهی را نداریم کسی که کلمه ملکوت را شنیده و آن را نفهمد شریر آمده آنچه در دل او کاشته شده میرواید باید و این زمین همان است که در سر راه کاشته می شود هفته قبل راجع به صحبت کردم راجع به چهار تا زمینه یه زمینه‌ی سر راهه سر راه چیه هر چیزی که تو داری میشنوی و آدم‌های رهگذر، اینستاگرام فیسبوک یوتیوب وبسایت ها توییتر ها و و و تمام سوشیال مدیا اینها داره به تو حرف میزنه و ساعت های طولانی رو در اون میگذرونی و این در تو چی تولید میکنه؟ یه باور و باوری که ممکنه با و باورهای خدا یکی نباشه و تو تبدیل میشی به چیزی که میخوری و در واقع قلب ما این دانه هایی که از این وبسایت ها از این جاها داره میاد وارد زندگی ما میشه پس من چی میبینم و چی میخورم تبدیل میشم به همون این دنیا به ما ارزش هایی میده و به من میگه تو کی هستی دنیا و شیطان با هم همدست ضد ما ایمانداران و به ما داره میگه تو کی هستی به مردم دنیا که شبیه خدا بودن و سقوط کردن داره میگه تو کی هستی کی هستی کی هستی قدرت عظیمی داره چون که هویت من و تو ارزش های من و تو از لوگوس ها میاد و این لوگوس ها چی با هم جمع شده و تبدیل شده به هویت من و تو مفاهیم و تصویر ها وقتی تو خودتو آدم بدبخت میبینی هویت تو داره نشون میده تصویر تو یه زدی آدم بدبختی ما آدم بد چانسی هستم تصویر های زندگی تو شده هویت تو چرا که تو داری واژه ها رو بدبختی رو شنیدی تصویر بدبختی هم میبینی شروع میکنی به بدبخت شدن و هر چیزی که تو زندگی تو میشنوی یه تصویریه و تصویر هویت تو رو میسازه الان ببینیم که شیطان چگونه در واقع هویت ما رو میسازه هویت این دنیا رو میسازه میگه ارزش تو در چیه تو کی هستی شیطان چهار هویت به چهار چهار گروه هویت میده یا با چهار طریق به ما هویت میده یا به انسان هویت میده یک میگه افراد زیبا هویت دارن یعنی ارزش دارن یعنی این فکر که شخص زیبا آناتومی قد بلندی داره یا این داره یا اون داره یا اون داره یا اون داره کوتاه بزرگش فرق نمیکنه زیباه. پس زیبایی به تو ارزش میده و خوبیت شخص از زیباییش میاد دو از تحصیلات تو زمانی ارزش داری که تحصیلات عالی داشته باشی پس اگه تحصیلات نداری تو بی ارزشی سه ثروت ارزش میاره تو پول داشته باشی همه تو رو احترام میکنن تو آدم با ارزشی هستی پول نداشته باشی تو آدم بدبختی هستی و چهارم مقام اگه مقامی جایگاهی پوزیشنی داشته باشی تو آدم موفقی هستی و با ارزشی هستی به تو احترام میذارن اگر نداشته باشی تو آدم بی ارزشی هستی تمام انسان ها سعی میکنن یا چهره خودشون رو به زیبایی ببرن اگر نیستن احساس میکنن بعد برن جرایی بکنن یا قدمی بردارن یا طریقی انجام بدن یا سلبریتی ها همه و همه هویتشون رو از زیبایی میخوان بگیرن یا از تحصیلات یا ثروت یا مقام جالب این چهارتاش رو شیطان داره و همون چیزی که خودش داره به دیگران هم همین میده یک هویت جلی به جه هویت اصلی اینکه خدا منو چی میبینه چون که نمیتونم باش تفاهم پیدا کنم میرم توی دنیا دنبال هویت گم شدم میگردم و وقتی شیطان به من میگه تو این هستی باهاش رابطه برقرار میکنم تفاهم پیدا میکنم و بعد میرم شروع میکنم به شدن اون چیزی که اون داره میگه پس اگر حتی نتونه اون چیزی هم که اون میگه بشه خدا که گفت نفهمید شیطانم که گفت نفهمید بدتر از هر کسی دیگه خواهد بود این وسط ناامیدی، سرخوردگی و هزاران چیز دیگه این وسط به وجود میاد. چرا ما میریم هویت رو از شیطان و دنیا میگیریم؟ چون که هویت از خدا نداریم. وقتی خدا بهت میگه تو پادشاهی، نمیفهمم تو چی میگه. اما تو به شیطان بهت میگه تو خیلی خوشگلی، تو میدونی چقدر میتونی با ارزش باشی؟ آها، میتونی با رابطه برقرار کنی. او تفاهم پیدا کردیم. کلام خدا میگه او زیبا بود در باغ خدا زیبایی داشت بله تحصیلات دانش آگاهی خیلی چیزها رو بله ثروت بله مقام نفر اول بعد از خدا تمام اون چیزهایی که هویتش بود و از دست داد رو الان میاد میگه تو با اونها هویت بگیر تمام اینها میشه چیستی ما نه کیستی ما و شیطان میاد چیستی رو به جای کیستی میده این چیزها به تو هویت میده نه اینکه خدا میگه تو کی هستی میره به عیسی میگه که تمامی این شکوه و ثروت و جلال و ملکوت و همه رو میبینی همه اینا مال منه اگر اون چی که میگم اطاعت کنی وزیر اقتدار من بری و من رو پرستش کنی و از من اعتقاد کنی هم رو بهت میدم مقام توش هست، ثروت و زیبایی و چهارت همه چی توش هست تمامی این چیزای دنیا مال منه میخوای همه من رو بهت بدم؟ ایسا میگه نه من نمیخوام چون که من میدونم کی هستم چرا؟ چون که دو تا تجربه قبلش تو پسر خدایی تو پسر خدایی دید نمیتونم این باور داره که کیه پس بیام از طریق یه معامله با هاش بکنم من هویتم از کی میگیرم نه اینکه اینها بده یا هر کسی داره خدای نکرده برای خوش سرزنش بکنه بره خیافه خوشش مثلا چپول کنه مثلا که مثلا مثلا بگه ایماندار مثلا اینچوری خوبه هشنگ این باشیم نباشه خدا میخواد که بچه هاش بهترین عالیترین خوشیبترین و در هر چیزی بهترین باشن خدا میخواد که در واقع در تحصیلات بهترین باشی اما به با عنوان یه شاهزاده برو تحصیلات بکن زیبایی به من یه شاهزاده که خدا تو رو میبینه برو اینو بکن نه اینو بکنم که شاهزاده بشم چون که شاهزاده هستم این گونه خودم رو میبینم پس با این نگاه برم به خودم نگاه کنم که من هستم وگرنه خدا مشکل نداره خیلی مواقع در واقع ممکنه در واقع ما با یه چی روبرو بشیم که تحصیلات نکنیم، تحصیلات از خدا نیست یا در واقع ما بخوایم پیشرفت بکنیم از خدا نیست. نه اتفاقا خدا میخواد ما بهترین موقعیت ها رو در دنیا از نظر پوزیشن فرزندان خدا داشته باشن. چون در هر صورت ما وقتی مسیح برگرده با او پادشاهی خواهیم کرد و داوری خواهیم کرد و جاهای مختلف رو در ابدیت خواهیم داشت. نه فقط در عبدیت. روی زمین کلام خدا میگه وقتی مقدسین برمیگردن برای این دنیا حاکمیت میکنن حکم میکنن پادشاهی میکنن چطوری حکم میکنن و برای یه پوزیشنی داشته باشی که حکم بکنی ولی هر چی که هستی در اونجا بهترین باش خدا میخواد در, در تحصیلات روش کنیم تمام پوزیشن ها رو شیطان دزیده تمام جایگاه های عالی رو شیطان دزیده یه نفر بلند میشه راجبه ایمان حرف میزنه ببینید تا یه جایی ایمانداران هستن اگه جایی به بعد میدید تحصیلاتشون اینقدر نیست در مقابل افراد فیلسوف در افراد مثلا که در واقع خودشون خیلی حکیم و دانا میدونن ایمانداران من رشد بکنن اگه میتونن خدا خانده براشون هر کسی مطابق خاندگیش رشد کن تحصیل کن موفق باش تو جامعت و تحصیل گذار باش خدا نمیخواد ما آدم هایی عقب مونده و به قول معروف ناموفق باشیم ما باید در هر چیز بهترین باش در هر چیز بهترین باش در هر چیز بهترین باش کارگری بهترین باش دانشجویی بهترین باش رئیسی بهترین باش هر کسی که هستی بهترین باش خدا میخواد که ما در هر چیز تاپ باشیم تاپ دانش آموز تاپ دانشجو تاپ معلم تاپ دوست دانشگاه تاپ کارگر تاپ مختره در هر چیزی تاپ آمین عالی باش و فکر نکنیم از خدا نیست خدا میخواد اما با هویتی که داریم تاپ باشم نه اینکه برم تاپ باشم که هویت پیدا کنم من هویت رو دارم خدا میگه تو هستی پس من هستم آمین من هستم تو هستی پس میخوام دعا کنیم و پرستش کنیم خداوند دعا مفاهیمی که تو ذهنت رو برای من باز کن من بفهمم گیت شدم نمیدونم این چیزی که میگی نمیتونم باش رابطه برقرار کنم نمیتونم بفهم وقتی میگه تو پادشاه یعنی چی تو ولی عهد یعنی چی تو حکم میکنی یعنی چی شما رو اقتدار بخشیدم که تمامی قوت دشمن رو پایمال کنی یعنی چی وقتی دعا کنی آسمان باز میشه یعنی چی من چشماتو باز میکنم یعنی چی گوشاتو باز میکنم یعنی چی من نمیتونم بفهم اینا فقط برای من یک صوته فقط یه صداه من نمیتونم اینا رو به تصویر تبدیل کنم نمیتونم به فهم تبدیلش کنم به همین نمیتونم با تو تفاهم داشته باشم اگر دو یا سه نفر دعا کنن یعنی تفاهم سر موضوعی به تفاهم برسن میگه با هم به تفاهم برسن ببندن بسته میشه باز کنن باز میشه آمین دارم کلیدهایی رو که کلید باز و بسته کردنه رو دارم به شما میگم که اینها کلید باز و بسته کردن ملکوته و درهای ملکوت رو برای تو باز میکنه برای زندگی خود باز میکنه و وقت بذار و اجازه بده روح القدس برات باز کنه و بعد اعلامش کن رو زندگی و آنچه که خدا به تو میگه حداقلش به عنوان کلام خدا میگه نبوت ها رو خار نشمارید درسته؟ چرا میگه نبوت خار نشمار؟ یه نبوت اومده خار یعنی چی؟ بی ارزش بی تفاوت کم محلی فراموشی و در واقع چیزی که در واقع برام مهم نیست میگه باهاش اینطوری برخورد نکن خب نقطه مقابلش چیه خار نشمارید با ارزش بشمارید احترام کنید و روش فکر بکنید و دعا با کنید که بفهمم خدا چی میگه تو زندگی ما نبوت ها نمیشه چونکه خارش میکنیم وقتی که کلام خدایی رو مطمئنم که از خدا آمده و دارم میشنوم و حتی خود خدا داره به من میگه و کلام خدا داره میشنوم با من داره صحبت میکنه خداوندا برای من مکشوفش کن برای من بازش کن وقتی برات باز بشه خیلی واقعا میبینی اون چیزی که من هستم با اون چیزی که خدا داره به من نشون میده خیلی فاصله است خیلی چیا خدا به من نشون میده که توش هستم خیلی چیا هست که هنوز نرفتم توش اما یک چیزی هست میگم خدا اگه تو میگی حتما همینه چه بفهمم چه نفهمم فقط خداوند میخوام زمانی که به من میدیش بفهممش ولی حداقل احترامش میکنم شاید نفهممش اما احترامش میکنم روی میزم میذارم و جلوی چشمام هست و مرورش میکنم و خیلی مواقع یه جمله ای هست که من یه چیز دیگه فهمیدم اون لحظه ولی بعدا خدا یه فهمه درستی با من میدم میگم واو چرا من اینطور فکر میکردم خدا منظورش این بود اونجا اتفاق میافته پس دارم بنیان ایمان بنیان باور و بنیان کلمات و قدرت کلمات و لوگوس از دیدگاه پادشاه رو شما میگم آمین؟, آمین. این به من و تو من کمک میکنه این همه ایمان آوردین ما احتیاج به همینا داریم همین چیزای ساده این همه ایمان من رو زیر رو میکنه همه ایمان ما رو دگرگون میکنه تمام اون چیزی که خدا گفت بود ما باید تا الان میداشتیم نداریم حداقل از امروز داشته باشیم آمین حتی با تاخیر اما امروز داشته باشم پس بیا با هم دعا بکنیم و در حضور این خداوند اجازه بدیم که روح خدا بیاد شکر دارم خدا به نام عزیز ایسای مسیح که سر ما را به روغن تطهین جان ما را به شفانان دادی و قوت جان ما شدی ایمان ما را بلند کردی باشه که روزانه در این ایمان خداوندا ایمان مکاشفه ایمانی که میشنوه میفهمه باور میکنه و منتظره که دریافت کنه خداوندها این ایمان رو در ما تقویت کن این ایمان رو بلند کن این ایمان همه چی رو شک میده این ایمان سرنوشت ها رو تعیین میکنه ایمان سرنوشت خودم رو و سرنوشت آنهایی که زیر اقتدار تو هستن رو هاللویا تعیین میکنه به ایمان اعلام کن به ایمان دعا کن به ایمان بیس به ایمان ببین به ایمان شکوه‌گذاری کن به ایمان انتظار بکش تا به ایمان دریافت کنی برکت میدم شما رو به نام از عیسی مسیح هفته ای که پیش رو داری هفته ای پر از ایمان پر از دریا پر از مکاشفات پر از دیدن پر از شنیدن ها هللویا و پر از تجربه کردن و چشیدن و ببینید که خدا نیکوست آمین بچش با ایمان دریافت کن بچش و ببینید چی که خدا به تو داده واقعا افکار سلامتیه باشی که به نام ایسا دونه بدون افکار خدا که سلامتی رو بچشی و ببینی هر کدومش یک مزه خاص خودشو داره با ایمان منتظر باش با ایمان شو گذاری کن با ایمان ببین با ایمان بگو نگاه کن میاد اوناش میادش. میادش میادش در راه میادش فقط منتظرم که زمان بگذره من میبینمش دارم میبینمش دارم میبینمش آمین, آمین. هللویا شما رو برکت میدم به نام عیسی که هفته پر از ایمان رو تجربه کنید با شکرگزاری تا هفته آینده شما رو به خداوند میسپارم به نام عیسی آمین